اوکراین، برگزاری اجلاس ها و کنفرانس ها برای حل سیاسی بحران. نیجریه، سرنوشت کودکان ربوده شده نیجریایی در حالی از ابهام، خشم بین المللی علیه بنیادگرایان. خبرها و گزارش های اقتصادی، فناوری برای جلوگیری از طوفان خاک. با سلام، در هفته‌ای که گذشت کنفرانس ها و ملاقات های دیپلماتیک متعددی در کشورهای مختلف برای حل سیاسی بحران اوکراین صورت گرفت. از سوی دیگر درگیری های نظامی همچنان در این کشور ادامه داره. گزارشی در این باره. دونتسک و لوهانسک در منطقه شرق اوکراین روز یکشنبه 21 اردیبهشت با برگزاری همه‌پرسی از حکومت مرکزی اوکراین اعلام استقلال کردند. رویدادی که با مخالفت اوکراین و کشورهای غربی روبرو شده است. این همه‌پرسی مقدمه طرح خواسته اصلی جدایی طلبان یعنی پیوستن به روسیه است. دولت مرکزی اوکراین این همه‌پرسی را نمایشی مضحک خوانده است. همزمان وزرای خارجه اتحادیه اروپا در نشست روز دوشنبه 22 اردیبهشت خود تحریم‌های روسیه را اندکی افزایش دادند. دو شرکت ثبت شده در شبه جزیره کریمه و 13 شخص حقیقی به فهرست 48 نفره افراد شامل تحریم افزوده شدند. تحریم‌های روز دوشنبه در عمل جدی نبودند و بار دیگر نیازهای اقتصادی اتحادیه اروپا مانع اجماع اعضا بر روی وضع تحریم‌های اساسی تر شد. از سوی دیگر روز سه‌شنبه 23 اردیبهشت در شهر کروماتورسک در شرق این کشور در پی درگیری میان نیروهای دولتی و جدایی طلبان مسلح طرفدار روسیه 7 سرباز ارتش کشته و 1 تن از جدایی طلبان زخمی شد. وزارت دفاع اوکراین این کمین را پرتلفات ترین حادثه از زمان اعزام سربازان برای مقابله با جدایی طلبان وابسته به روسیه توصیف کرده است. جدایی طلبان هوادار روسیه خطاب به کیف هشدار دادند که نیروهای نظامی اوکراین را که در این منطقه حضور دارند به مثابه نیروهای اشغالگر تلقی خواهند کرد. روز سه‌شنبه 23 اردیبهشت وزیر امور خارجه آلمان در تلاش برای کمک به آغاز مذاکرات بین دولت اوکراین و جدایی طلبان طرفدار روسیه در آن کشور به کیف سفر کرد. سفر فرانک والتر اشتاینمایر به عنوان بخشی از طرح سازمان امنیت و همکاری در اروپا برای حمایت از گفتگوهای ملی انجام شده است. وزیر امور خارجه آلمان در سفر به اوکراین اظهار امیدواری کرد که انتخابات 25 ماه جاری میلادی در بازگرداندن آرامش به این کشور نقشی اساسی ایفا کند. آرسن یاتسنیوک نخست وزیر اوکراین بار دیگر انگشت اتهام را به سوی کاخ کرملین نشانه گرفت و یادآور شد کلید ثبات وضعیت در شرق اوکراین در کیف نیست، بلکه در مسکو است. زمانی که آنها دست از حمایت جدایی طلبان و تروریست ها بردارند به سرعت وضعیت بهبود می یابد. روز سه‌شنبه 23 اردیبهشت آرسنی یاتسنیوک نخست وزیر اوکراین همراه با اعضای دولتش در ملاقاتی با کمیسیون اروپا قراردادهای عمدتاً در جهت کمک‌های مالی و معنوی اتحادیه اروپا به امضا رساند. در کنفرانس خبری پایانی این اجلاس، خوزه مانوئل باروسو رئیس کمیسیون اروپا گفت: به سود دولت اوکراین است که ثبات اقتصادی کشور در کوتاه مدت و اصلاحات در جهت ترغیب توسعه فراگیر اقتصادی و اجتماعی را مد نظر قرار دهد. باروسو و یاتسنیوک به روسیه هشدار دادند که از سوخت و انرژی به عنوان یک حربه سیاسی استفاده نکند. آنها همچنین تاکید کردند که اوکراین مایل به پرداخت دیون عقب افتادهش به روسیه است. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه روز چهارشنبه 24 اردیبهشت گفت اوکراین به جنگ داخلی بسیار نزدیک شده است و لازم است راه حلی که تمام طرفین را راضی کند پیدا شود. روز 24 اردیبهشت در نخستین دور مذاکرات سراسری اوکراین در کیف که با هدف کمک به حل بحران شرق این کشور برگزار شد، رهبران سیاسی و مقامات توافق کردند که اوکراین باید کشوری متحد بماند.
این نشست بدون حضور نماینده‌ای از سوی جدایی طلبان برگزار شد. اما حاضران اظهار و امیدواری کردند که دور بعدی گفتگوها با حضور آنها صورت گیرد. در همین حال مسکو از غیبت رهبران جدایی طلب در این مذاکرات انتقاد کرد. در میانه بحران سیاسی بین کیف و جدایی طلبان طرفدار روسیه در شرق اوکراین، ناوی پیلای کمیسر عالی حقوق بشر ملل متحد روز جمعه 26 اردیبهشت گفت یافته‌های ناظران این سازمان موجب بروز نگرانی‌های عمیقی در مورد اقلیت‌هایی که در کریمه با آزار و اذیت روبرو هستند شده است. روسیه گفته است گزارش سازمان ملل متحد انگیزه سیاسی دارد و بی‌طرفانه نیست. در نیجریه گروه بوکو هارام با نشون دادن فیلمی از حدود 100 تن از دختران روبوده شده خواستار تعویض اونها با زندانیان این گروه شد. دولت نیجریه نیز تمایل خود رو به گفتگو با گروه بوکو هارام اعلام کرده. نگاهی میکنیم به روند رویدادها در این باره. این تصویر ویدئویی است که گروه بوکو هارام روز دوشنبه 22 اردیبهشت از حدود 100 دختر دانش آموز که ماه گذشته در نیجریه روبوده شده بودند منتشر کرد. به نظر می رسد این گروه حاضر به معامله بر سر این افراد شده باشد. این گروه پیشتر اعلام کرده بود در صدد است آنها را به ازدواج افراد بوکو هارام درآورد. در این ویدیو دختران با حجاب کامل در حال دعا خواندن دیده می شود و سرکرده بوکو هارام گفته همه این دانش آموزان مسلمان شدند. ابو بکر شکو سرکرده این گروه آزاد شدن این دختران را مشروط به اقدام متقابل دولت نیجریه در آزاد کردن شبه نظامیان در بند این گروه کرده است. پیشتر آمریکا و بریتانیا نیروهایی از پلیس و ارتش خود را برای کمک به عملیات جستجوی دختران روبوده شده به نیجریه فرستاده بودند. فرانسه نیز روز 20 اردیبهشت یک تیم تخصصی را به نیجریه فرستاد. دولت نیجریه به دلیل واکنشی توأم با تردید نسبت به روبودن دختران زیر فشارهای شدید بین‌المللی قرار گرفته بود. هواپیماهای آمریکا روز دوشنبه بر فراز نیجریه به پرواز درآمدند. کاخ سفید اعلام کرد که نظامیان آمریکا برای یافتن و نجات دختران روبوده شده توسط بوکو هارام در نیجریه وارد عمل شدند. شاهدان عینی در نیجریه میگویند اهالی چند روستا در شمال این کشور در اقدامی خودجوش به مبارزه با شبه نظامیان بنیادگرای بوکو هارام پرداختند و در جریان درگیری میان آنها حدود 200 نفر از شبه نظامیان کشته شدند. روز جمعه 26 اردیبهشت وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد که به زودی گروه شبه نظامی بوکو هارام را به عنوان یک سازمان تروریستی خارجی در فهرست خود قرار می‌دهد. وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرده که آزادی 276 دختر روبوده شده توسط گروه شبه نظامی بوکو هارام در اولویت اصلی دولت باراک اوباما قرار دارد. مدیر آفریقایی وزارت دفاع آمریکا گفت در مجموع دولت نیجریه در انجام اقدامی مؤثر علیه بوکو هارام ناکام مانده است. با توجه به تهدیدی بسیار پیچیده‌تر از آنچه که ماه گذشته با آن روبرو بوده‌ایم، نیروهای امنیتی نیجریه در استفاده از استراتژی‌های جدید و تاکتیک‌های نوین تعلل به خرج دادند. گزارش‌های اقتصادی این هفته رو با گزارشی از وضعیت اقتصادی در تایلند شروع می‌کنیم. تایلند کشوری که تنها برای گردشگرها جذاب نیست. تایلند در رده‌بندی موسوم به دوینگ بیزینس از نظر فضای مناسب برای بازرگانی رتبه 18 را دارد. سرمایه‌گذاران از سراسر جهان مخصوصاً در بخش فناوری‌های اطلاعات و مخابرات به اینجا می‌آیند. فناوری‌های اطلاعات و مخابرات در تایلند روز به روز گسترده‌تر می‌شود. اهمیت این بازار میزان تقاضا و دسترسی به افراد ماهر و البته موقعیت استثنایی تایلند در جنوب شرقی آسیا است. نقاط قوت این کشور کار ارزان و میزان مهارت مهندسانی است که نرم افزارهای کاربردی برای کامپیوترها و تلفن‌های هوشمند طراحی می‌کنند. در کشورهای روبه رشد همسایه تقاضای فراوانی برای این محصولات وجود دارد. امروز بزرگترین رقم صادرات تایلند به بخش الکترونیک و کامپیوتر تعلق دارد.
لیست اصلی در سطح کل صادرات تایلند به نقاط مختلف جهان مربوط به این بخش است و تقریبا 200 هزار نفر در این بخش مشغول به این کار هستند. موقعیت استراتژیک تایلند در قلب اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا از نقاط قوت این کشور است. 10 کشور عضو این اتحادیه قصد دارند اتحادیه اقتصادی مانند اتحادیه اروپا تشکیل دهند. تبادل آزاد کالا و خدمات این ناحیه 700 میلیون نفر را در بر خواهد گرفت. تایلند در بین این کشورها از بهترین زیرساخت‌ها برخوردار است. بنابراین فکر می‌کنم که مرکز ارتباطی برای پشتیبانی از کشورهای نزدیک مثل کامبوج، میانمار، لاوس و ویتنام است. بزرگترین نام‌های تجاری در بخش اطلاعات مانند ایسر از تایوان و همچنین دو شرکت اصلی در ساخت دیسک‌های سخت یعنی وسترن دیجیتال و سیگیت در تایلند ستاد منطقه‌ای دارند. تایلند در بین این کشورها از بهترین زیرساخت‌ها برخوردار است. بنابراین فکر می‌کنم که مرکز ارتباطی برای پشتیبانی از کشورهای نزدیک مثل کامبوج، میانمار، لاوس و ویتنام است. سرمایه‌گذاران خارجی در بخش فناوری‌های اطلاعات و مخابرات همچنان به تایلند می‌آیند تا از تسهیلات پرشماری که دولت فراهم کرده استفاده کنند. تسهیلاتی نظیر سایت تجاری خاص برای ساده کردن فرایند انجام امور اداری و خدمات دولتی برای یافتن مناسب‌ترین محل برای احداث کارخانه‌های تولیدی و شرایط تجاری. نشستی با حضور مرکل صدر اعظم آلمان با رؤسای بزرگترین سازمان‌ها و نهادهای اقتصادی جهان روز سه‌شنبه در برلین برگزار شد. رئیس صندوق بین‌المللی پول، رئیس سازمان تجارت جهانی، رئیس بانک جهانی، دبیر کل همکاری اقتصادی و توسعه و رئیس سازمان بین‌المللی کار در این نشست حضور داشتند. مهمترین دغدغه مطرح شده از سوی شرکت کنندگان در این نشست نرخ بالای بیکاری و کندی رشد اقتصادی بود. وضعیت در واقع رو به بهبود نیست. بیکاری جهانی ادامه دارد و رو به افزایش است. در حال حاضر بالاترین رکود را دارد. با وجود وضعیت کنونی اقتصاد سالانه 40 میلیون نفر به کار نیاز دارند و نیروی کار در حال رشد است. واضح است که در آینده ما با یک مشکل عمده بیکاری مواجه هستیم. همراه با خوشبینی محتاطانه رهبران اقتصادی که در برلین جمع شده بودند در مورد خطراتی چون کاهش قیمت‌ها به خصوص در منطقه یورو که از بحران بیکاری و بی‌اعتمادی مصرف کنندگان رنج می‌برد هشدار دادند. مشکل طوفان خاک مشکلیه که بسیاری از کشورهای دنیا با اون روبرو هستند. آیا فناوری برای کنترل و حل این پدیده گسترده طبیعی وجود داره؟ یک روز صبح زمانی که می‌خواهید سوار اتومبیل خود شوید، متوجه وجود گرد و خاک زیادی بر روی آن می‌شوید. احتمال زیادی وجود دارد که منشأ این گرد و خاک از بیابان‌های صحرای آفریقا باشد. هرچند که صدها کیلومتر از شما دورتر است. ذرات شن در بیابان‌های صحرای آفریقا توسط بادهای قوی در اتمسفر پراکنده می‌شوند. بدین ترتیب توده بزرگی از گرد و خاک توسط باد به نقاط مختلف اروپای جنوبی منتقل می‌شوند. این دشمن نامرئی قادر است مشکلات زیادی را ایجاد کند. از جمله بیماری‌های تنفسی. این گرد و خاک ها همچنین می توانند در تولید انرژی خورشیدی اختلال ایجاد کنند. انرژی که جانشین مناسب و قابل بازیافتی در مقابل نفت محسوب می شود. گرد و خاک در اینجا در شهر تورون فرانسه بر روی میزان تابش اشعه خورشید بر روی صفحه های خورشیدی تأثیر منفی دارد. MACC2 نام پروژه اروپایی است که درباره مکان هایی که در معرض گرد و خاک ها قرار دارند اطلاع رسانی می کند. این سیستم میزان تاثیر این گرد و خاک ها بر روی تابش اشعه خورشید را نیز پیش بینی می کند. داده های این سیستم زمانی اهمیت پیدا می کنند
که با توجه به آنها نسبت به مکان ایجاد مراکز تولید انرژی خورشیدی تصمیم گیری می شود. رئیس پروژه در این باره می گوید چیزهایی که بر روی آینه می بینید گرد و خاک هایی هستند که از بیابان ها می آیند. اینها برای تجهیزات ما مضرند، زیرا انرژی خورشید را کاهش می دهند. اگر چند روز قبل از طوفان گرد و خاک که از تاریخ وزش آن اطلاع پیدا کنیم، به ذخیره کردن انرژی خورشیدی می پردازیم و از آنها در روزهایی که انرژی خورشیدی کافی نداریم برای به راه انداختن تجهیزاتمان استفاده می کنیم. عملکرد این ذخایر با آب فشرده است. بشکه‌های بسیار بزرگ آب فشرده را با درجه حرارت بسیار بالا ذخیره می کنند. برای استفاده از این انرژی ما از بخار موجود در بشکه‌ها استفاده می کنیم تا بتوانیم منبع انرژی سیستم تولید برق خود را تامین کنیم. اما چگونه حرکت گرد و خاک بیابان ها را می توان پیش بینی کرد؟ اینجا در دانشگاه صوفیا آنتیپولیس شهر نیس محققان شرکت ترانسوالو، شرکت متخصص در تحقیقات بر روی استفاده از انرژی خورشیدی، میزان اشعه خورشید که به زمین می رسد را اندازه گیری می کنند. در این سالن با صفحات بزرگ نمایشی حرکت گرد و خاک های بیابان ها همونطور که تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهند کنترل می‌شود. سپس با استفاده از فرمول‌های ریاضی و الگوریتم پروژه MACC2 حرکت این گرد و خاک‌ها از بیابان‌ها را پیش‌بینی می‌کنند. These models are actually numerical. They run on very large computers and give us the transparency. امروزه در این مدل‌ها پیشرفت‌های زیادی به دست آمده، به طوری که آنها قادرند حرکت شن‌های بیابان‌ها که توسط باد بلند شده و در ارتفاع زیادی به سمت اروپا می آیند را پیش بینی کنند، همانند چیزی که اینجا می بینید. اینها مدل های دیجیتالی هستند که با عملکرد خود بر روی کامپیوترهای بزرگ میزان شفافیت اتمسفر را نشان می دهند. هرچه میزان شن در آن کمتر باشد اتمسفر شفاف تر است. این سیستم به ما درباره پیش بینی حرکت شن ها نیز کمک می کند و می گوید در روزهای آینده چگونه جابجا خواهند شد. انرژی خورشیدی پیش از پیش تبدیل به منبع تولید انرژی قابل بازیافت شده است. گرد و خاک بیابان‌ها تهدید جدی برای تولیدات مرکز تولید انرژی خورشیدی است. فهمیدن این موضوع از قبل که چه زمانی طوفان‌های گرد و خاک به وزش در می‌آیند بسیار حیاتی است، زیرا در روند تصمیم‌گیری برای تعیین مکان مرکز جدید انرژی خورشیدی تأثیر دارد. همراهان برنامه جهان، سیاست، اقتصاد، با این امید که برنامه این هفته مورد توجهتون قرار گرفته باشه، تا هفته آینده همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدارتون.